انقلاب نتیجه ناآگاهی بود، جنگ نتیجه انقلاب بود، عقب ماندگی نتیجه جنگ بود، تحریم نتیجه عقب ماندگی شد و اختلاس و دزدی نتیجه تحریم، فقر و فلاکت اقتصادی و فرهنگی نتیجه اختلاس ها، خرافات نتیجه فقر و ناآگاهی نتیجه خرافات. این چرخه 40 ساله کابوسی است که با ناآگاهی شکل گرفت و هنوز هم با ناآگاهی ادامه دارد. ایران کشوری است که توسط مردمش 4 میخ شده. میخ اول جهل، میخ دوم خرافات، میخ سوم تعصب کور، میخ چهارم امامزاده پرستی. ما جماعتی هستیم که میخ بر دامان خود و کشورمان گذاشته و بر تخته 4 میخ کردیم که نه خود و نه کشور قادر به حرکت رو به جلو نیستیم. گسستن از این میخ کوب ها فقط با اندیشیدن ممکن است. پس باید احساس را کنار گذاشت و لحظه ای در تفکر عمیق فرو رفت. آقای نسبتاً محترم، با شما هستم. وقتی که پوشاندن چند تار مو در محیط اجتماع مهمتر از مقابله با فسادهای درون جامعه بشود، نجابت از بین می رود. وقتی که کنترل ظاهر و صحبتهای مهماندار هواپیما مهمتر از نظارت فنی پیش از پرواز بشود، امنیت از بین می رود. وقتی که دلسوزی مسئولین برای کشورهای عربی مهمتر از داخل کشور بودجه مملکت از بین می رود. وقتی که جرم و اختلاس و راندخاری ندیده گرفته می شود و اقساط عقب افتاده یک کارگر ساده توهین‌آمیز قلمداد می شود، عدالت از بین می رود. وقتی که هزینه ساخت مسجد و ذریح طلا در کشورهای عربی واجبتر از ساخت بیمارستان و مدرسه در مناطق محروم و جنگ زده وطنم می شود، ارزش پول از بین می رود. وقتی که پول باد آورده و اضافه حاجی خرج مکه و کربلا رفتن بشه و روز به روز بر شمار گرسنگان و مستضعفان اضافه بشود، وجدان بیدار از بین می رود. وقتی که خرافات و جهالت در جامعه جزء دستور کار باشد و ملت را بلا نسبت خر فرض کنند، اعتماد در بین مردم از بین می رود. وقتی که بیکفایتی مسئولین باعث گرانی و قحطی و تحریم و نابودی ایران باشد، درآمد و پسنداز و آرامش و تحریم خانواده از بین می رود. وقتی مسئولین بزرگترین دزدان سرگردنه هستند و بیانش تخلف باشد، ایمان و اعتقاد از بین می رود. وقتی که آدرس بهش را به من و تو آموزش بیدهد و خودشان خطاکارترین و دروغگوترین باشند، مذهب و دیانت از بین میرود. وقتی که تفکیک جنسیتی مهمتر از احترام به حقوق انسانها و ایجاد فرصتهای برابر بشود، آزادی از بین میرود. وقتی که فیلتر کردن و سانسور و پارازیت انداختن مهمتر از حذف آسیب‌های اجتماعی بشود، شادابی از بین میرود. وقتی که فروش و سود بیشتر مهمتر از 1000 جور حال بود زهر مار تو مواد غذایی بشود، سلامت از بین می رود. وقتی که تقلب و کپیکاری مهمتر از اندیشه و ایده پردازی برای پیشرفت بشود، خلاقیت از بین می رود. وقتی که ساخت و ساز بیشتر مهمتر از حفظ محیط زیست و طبیعت و درختکاری می شود، طبیعت نیز از بین می رود. وقتی که دلواپسی عقیدتی دانشجویان مهمتر از دلواپسی های علمیشان بشود، دانش نیز از بین می رود. وقتی که دروغ و ریاکاری در ارتباطات مهمتر از صداقت و راستی بشود، اخلاق نیز از بین می رود. وقتی که درآمد اصلویه به تنهایی درآمدی معادل 7 کشور معادل ایران باشد که ملت بتوانند لارج زندگی کنند، سایر منابع نفتی و طلا و مس و فولاد و پسته و زعفران و اینها به کجا می روند؟ وقتی که صدای بوق ماشین های مدل بالا مهمتر از صدای تیشه فرهاد بشود، عشق نیز از بین می رود. من بعضی وقتا به بعضی مطالب رو میارم اینجا برای شما عزیزان بیننده میخونم. یه جورایی بحث آموزشی داره و خیلی خوبه شنیدن اینها، تکرار مکررات، تکرار اینجور موضوعات که تو ذهن ما سیف بشه و بدونیم که داریم به کجا میریم و وضعیت حال حاضر کشور ما چطور هست. ببخشید که من در ابتدای برنامه سلام علیک نکردم با شما، داشتم این متن رو میخوندم چون خیلی بلند بود، گفتم اول این رو بخونم بعد در خدمت شما باشم. خانم ها آقایان، درود به شرف شما، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. بعضیا گله کردن که آقا خیلی ساعتی که با صادق هستی کم میشه، یعنی اولش خیلی طولانی اجرا میکنی و فلان، اگر امکانش هست
به خاطر اینکه بتونید تمام سوال ها رو شما جواب بدید، صادق رو بیارینش بالا، چشم ما حرفا این کارو انجام میدیم. امروز هم من زیاد دیگه گزارش های این بر اونور رو نمیخونم براتون، همین متنی رو که اولش خوندم خیلی خوب بود. بذارید اول اسم ایشون هم بگم دیگه، این کسی که زحمت کشید و این متن رو برام فرستاد. به هر حال بله، نوشته از خانم دکتر شاهین از دانشگاه صنعتی شریف تهران هستن، درود به شرفشون، خیلی هم لطف کردن، ممنونم از ایشون. حتی ایشون برای ما نفرستن، فردا نرید جلوی در خونهشون بکنید تو کیسه ببرید، بعد پدرتون لعنت، اینجا که هیچ کاری آدم نمیتونه بکنه. خب بریم صادق رو داشته باشیم و برنامه امشب رو با حضور جناب صادق. شما به خوبی برسه. درود خدمت آقا پیمان عزیز و همه دوستان و عزیزانی که دارن ما رو میبینن و میشنون. اول برنامه و خودم وظیفه میدونم که تسلیت بگم به خانواده دلدار بابت درگذشت این دختر شجاع ایران گیلان که توسط رژیم دجال جمهوری اسلامی به قتل رسید. امشب بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. خواستم اول برنامه یه تسلیت بگم. ببخشید پیمان. خب منم به نوبه خودم تسلیت میگم به خانواده ایشون، واقعا از دست دادن این زن قهرمان سارای دلدار عزیز برای ما غمی بسیار بزرگه. در همین رابطه من امشب تصمیم گرفتم که از همبندی ایشون، چون با خانم یلدا دهقانی مدت‌هایی تو زندان لاکان بودم به عنوان زندانی سیاسی، از هر کسی بیشتر فکر کنم ایشون بهتر ایشون رو بشناسه از خصوصیات اخلاقیشون. امشب تو یه قسمتی از برنامه ما خانم یلدا دهقانی رو خواهیم داشت که در مورد سارا دلدار صحبت بکنه، اما اگر اجازه بدید بریم بله. بقیه برنامه رو بله. داشته باشیم. بله، دیشب یک خبری که توی تمام رسانه‌ها وایرال شد و خودت هم گذاشتی، حمله غریب الوقوع اسرائیل به یکی از مواضع سپاه تروریستی پاسداران در سوریه بود که حالا به گفته بعضی از منابع خبری چند نفر کتلت شدن، چند نفر زخمی شدن. حالا میخوام بیشتر از تو بشنویم در مورد این حمله که چرا یهویی بدون اینکه حالا قبلش معمولا تبلیغات رسانه‌ای نمی‌کنیم، ولی اصلا فکرشو نمی‌کردیم که بعد از اینکه سپاه میاد تهدید میکنه اسرائیلو، حالا اسرائیل میاد میذاره، البته اسرائیل هم به گردن نگرفته، این خوبیش اینه که هر اقدامی که میکنه گردن نمیگیره. میخوام از تو بیشتر بشنوم در خصوص حمله دیشب. نکا حمله دیشب واقعا یکی از سنگین ترین حملاتی بود که اسرائیل انجام داد، یعنی نیروهوای اسرائیل انجام داد، گردن نگرفت. به قول شما اسرائیل هر وقت کاری رو که میکنه برخلاف جمهوری اسلامی، کاری رو که نمیکنه، ادعاش رو میکنه، اینها کارهایی رو که انجام میدن هیچ وقت گردن نمیگیرن. به هر حال دیگه هیچ وقت با هم فرق میکنن، خصوصیات اخلاقی دولت ها با هم فرق میکنن. بله، یکی از سنگین ترین حملاتی بود که به مصیاف داشتن. یه مرکزیه، یک منطقه که سالهای متمادی سوریه در اونجا آزمایشات ساخت بمب‌های شیمیایی رو داره کار میکنه و الان چند وقت هم هست که چند سالی هست که سپاه تروریستی هم اونجا مراکز تحقیقاتی خودش رو انجام میده. موشک هایی رو که از جمهوری اسحالی به سمت سوریه میاد و یک جوره از اینجا لوجستیک میشه برای حزب الله لبنان، الان چندین ساله که تو همون مرکز که یه مرکز بسیار بزرگی هست، البته بود چون دیشب اینا رو زدن پدر صاحب بچه رو در آوردن، تو اون مرکز مهندسین سپاه قدس، سپاه تروریستی جمهوری اسلامی، اونجا این موشک‌ها رو یکم تنظیم می‌کردن. خب موشک‌هایی که جمهوری اسلامی تولید انبوه داره همینجور می‌زنه میده بیرون دیگه، اون تنظیماتش و اون تشکیلاتش و اینها زیاد بهش نمی‌پردازه. اون اتفاقات میآمد داخل همین پایگاه و اینجا تنظیم می‌شد، حالا یه چه می‌دونم نشانه‌گذاری‌هایی می‌شد، دقت موشک‌ها رو می‌بردن بالا
و از اونجایی که اسرائیل به یک سری اطلاعاتی دست یافته بود که احتمالاً حزب الله قراره یک سری کارهایی رو انجام بده، یعنی پیش دستی بکنه، آمد حالا خب به یک مسئله پیشگیرانه رو دست گرفت و حمله عجیب و غریبی واقعا در چند مرحله بود انجام داد. نزدیک به 60 نفر کشته و زخمی شدن. امروز خبرها رو که من داشتم پیگیری میکردم، خبرهایی که از داخل سوریه کانالای تلگرامی خودشون میزدن، 8 نفر اینها از مستشاران جمهوری اسلامی بودن، این از سپاه پاسداران بودن. و جالب اینجاست تو این تعدادی که کشته شدن، نمیدونم نزدیک به 20-18 نفر هستن، جالب اینجاست 8 نفر نامی از اینها نیست. خب میگن آقا مثلا این تعداد مردن، اسامی همه رو میگن، 8 نفر نیست. آمدن به این نتیجه رسیدن، خود همین کانال های تلگرامی که تو سوریه هستن آمدن گفتن اینها چون اسمشون گفته نمیشه، اجازه ای گفتن اسمشون رو ندارن، چون این 8 نفر ایرانی هستن، ایرانی که مزدورای علی خامنه‌ای در سپاه تروریستی بودن که به فاتح عظمی رفتن، دیشب کتلت شدن، جزغاله شدن. حالا باید ببینیم که تا هفته های آینده، چون فعلا اینا رو به خانواده تحویل نمیدن که گندش در نیاد، حالا باید ببینیم که هفته های آینده این جنازه ها کجا سر در میارن. یهودی یه دونه تو شرق کشور، یه دونه تو غرب کشور، تو شمال کشور دارن تشییع جنازه میکنن، دیگه شما دوزاریتون جا بخوره که این اتفاقی بوده که اسرائیل شب نیروی هوایی اسرائیل شب گذشته رقم زد. یک اتفاق جالب دیگه این که پرروحی جمهوری اسلامی رو شما در این واقعه میبینید که آقای کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ساعتی قبل آمد و با کمال پررویی گفت که نه اصلا اونجا ما هیچ فعالیتی اونجا نداشتیم، اونجا مال سوریه بود. خب ما میدونیم که متعلق به ارتش سوریه بوده، ولی شما داشتید اون داخل یه سری فعالیتایی میکردید که فکر میکردید مثلا از چه میدونم نظارت اسرائیل یا دستگاه جاسوسیش به دور خواهد ماند، که نماند و خلاصه تمام کاسه کوزه های شما رو به هم ریختن. پس باید منتظر نماز میت بعدی خامنه‌ای باید باشیم دیگه، اینجوری که صحبتت نشون میده باید منتظر. نگاه صادقی، اینایی که کشتن، اینایی که تو اون مرکز تحقیقات بودن، آدم های کمی، حالا درسته دشمن مردم ایران هستن، اصلا دشمن بشریت هستن، ولی آدم های کمی نیستن، اینها همه مهندسین تحقیقات هستن، اینا میتونستن بیان داخل کشور خیلی کارهای مثبت به نفع وطن خودشون انجام بدن، ولی قبول کردن که مزدوری علی خامنه ای رو به گرده بگیرند و آخر عاقبت اینجور کارهای مزدوری هم میبینید که خروجی چه خواهد شد. پیمان بنی گانس یکی از اعضای سابق کابینه جنگ اسرائیل در یک اظهار نظر جالب بدون تعارف اومد به دولت نتانیاهو گفتش که باید محور شرارت همون جمهوری اسلامی از روی کره زمین محو بشه، یعنی حمله بهش بشه، و اینکه در مورد دیر کردن حمله به لبنان هم یه سری صحبت ها کرد. میخوام ببینم که واقعا دولت نتانیاهو به حرف بنی گانس واقعا اهمیت میده و همون محور شرارت که همه میدونیم جمهوری اسلامی هستش حمله خواهد کرد یا نه. خب ببینید صادق، آقای بنی گانس که عطار دم سر خیابون که نیست، بقال نیست، یا مثلا مثل ما آدم ساده ای که نیست. بنی گانس همین الانش آلترناتیو دولت آقای نتانیاهو، یعنی نتانیاهو رو اگر بذارن کنار، ایشون میشه نخست وزیر و رئیس دولت مثلا جدید در اسرائیل خواهد بود. قبلا هم خب تو همین کابینه جنگ که شما گفتی، تو کابینه جنگ نتانیاهو با دعوت خود نتانیاهو رئیس دولت آمد و یک مدتی هم وایساد. حالا خب از قبل اینا یک جورای اختلاف سلیقه داشتند و اینها کنار کشید. ایشون تو یک سمیناری که تو آمریکا همین الان هستند شرکت کرد و وقتی حالا ازش سخنرانیایی که کرد و بعد خبرنگارا مصاحبه‌ای که ازش کردن، گفت خب محور شرارت همه ما میدونیم جمهوری اسلامی، ما باید دیگه یک جورایی بحث مهندسی جنگ خودمون رو عوض بکنیم و دیگه الان نیازی نیست دیگه نیروهای خودمون رو تمام قد تو این بحث تروریستای حماس داشته باشیم، چون اونا دیگه قدرتی ندارن که بخوان در مقابل ما بایستن، شاید هم اونها رو با یه تیپ هم بشه نگرشون داشت و کلا نابودشون کرد. اما ما الان دیگه باید فکرمون به سمت شمال اسرائیل که میشه سمت لبنان، حزب الله،
و به سر اختاپوس رو در جمهوری اسلامی نشانه بگیریم و اینکه تا همین الانش هم اگر دولت اسرائیل کاری نکرده باید بگیم که خیلی دیر شده و باید یک مجموعه اقداماتی رو انجام بده. حالا من نمیدونم بعد از سخنرانی ایشون بود یا قبل از سخنرانی ایشون بود، دولت جناب آقای نتانیاهو هم یک جلسه بسیار مهم برگزار کرد و بعد از اون الان اینجور مجموعه اقدامات میدانی که داره ازشون دیده میشه، من احساس میکنم صادق، چون امروز یکی از نماینده های مجلس اسرائیل هم که اتفاقا از حزب آقای نتانیاهو هست و خیلی هم نزدیک به جناب آقای بیبی است، ایشون برگشت گفت که شما مطمئن باشید که ما به زودی به لبنان حمله خواهیم کرد و اینکه همزمان همزمان به نظر نه، من احساس میکنم که اینجور کارهایی که اینها دارن میکنن، با حمله دیشب اسرائیل به سوریه معنای خاصی داشت. نگاه به صادق، به هر حال تو میخوای یه کاری بکنی بعد یه پشتیبانی داشته باشه. آدم میخواد یه فیلم بسازه میگن بعد یه تهیه کننده داشته باشه که همه چیزو برات لوجستیک کنه، تهیه کنه. خب وقتی میخوای چه میدونم یه پروژه عظیم بسازی بعد یکی باشه که سرمایه گذاریش رو انجام بده، پشتیبانی بکنه. تو بحث جنگ هم تو باید یک تیم لوجستیک قوی داشته باشی. برای حزب الله تیم لوجستیکیش همیشه از سوریه هندل میشد توسط جمهوری اسلامی، یعنی اینها حالا با هواپیماهایی که داشتن، حالا زمینی هر طوری که بود، تمام تسلیحات جنگی رو میبردن برای سوریه، از سوریه اونجا تقسیم میشد. خب همین الانش هم اینها داشتن یک سری ادوات جنگی رو آماده میکردن که بفرستن برای لبنان که لبنان بخواد مثلا حزب الله بخواد حمله به اسرائیل رو داشته باشه، ولی اسرائیل دست اینها رو خوند و حمله پیشگیرانش رو انجام داد. و جالب اینجاست از لوجستیک اینا، یعنی از پشتیبانی اینها استارتش رو زد. اینجوری که الان این نماینده مجلس میگه، به هر حال نزدیک به نتانیاهو هست، خیلی هم خبر از داخل جلساتشون و تصمیم گیری هاشون داره، گفت ما دیگه چاره ای نداریم مگر اینکه دیگه به لبنان حمله بکنیم و لبنان باید به آماده این باشه. به محض اینکه اسرائیل استارتش رو زد، شما جنوب لبنان رو که میشه محل اختفای خرس‌الله و حزب الله و کلا اون منطقه حزب الله است، گفت اونجا رو ما به محض اینکه استارتش رو بزنیم، شما در همون روزهای اول آنجا رو باید یک جورایی مشابه اتفاقی بدانید که استارت شما تو غزه زدیم، تو باریکه غزه. وقتی میگه که شما باید مشابه شو تو مثل باریکه غزه، یعنی چی ساده؟ یعنی من احساس میکنم، تحلیل من اینه که اینها قراره یک هفتهی آتشبار هوایی داشته باشن، اینو با موشک و فلان و اینها بزنن تمام دم و دستگاه حزب الله رو در و داغون بکنن، یعنی یک جورایی اینها رو قطع دست بکنن، یعنی اجازه ندن که اینها بخوان عکس العملی نشون بدن. به نظر من یک هفته، یعنی همون کاری رو که تو نوار غزه اول استارتش رو زدم، هم هوایی حملات هواییشون رو انجام دادن، جاهایی که احساس میکردن که مثلا تروریست های حماس میتونن از اونجا راکت بفرستن، موشک بزنن یا دفاع بکنن، اونها رو زدن. الان من احساس میکنم با گفتهایی که این آقای نماینده پارلمان اسرائیل امروز برگشت گفت، اینها به زودی شایدم تجزیه و تحلیل من اینه، به هر حال اتفاقی که سال پیش افتاد 7 اکتبر بود، 7 اکتبر معنا دیگه چیزی نمونده، اینا یکی دو هفته فکر کنم از دقیقاً یک ماه آره. اینا فکر کنم تو این چند هفته به صورت هوایی کلن جنوب لبنان رو بمباران بکنن و حزب الله رو یک جورایی ذلیلش بکنن، و بعد حالا به مناسبت همون 7 اکتبر که یک فاجعه ای بود برای دولت اسرائیل، آبروریزی بود، اینا بخوان تو همین مناسبت حمله کنن زمینی به سمت لبنان و کل جنوب لبنان رو تحت سیطره خودشون قرار بدن و همون بلایی که تو غزه سر اون تروریست های حماس آوردن، همینو سر تروریست های حزب الله بیارن. این آقا امروز ادامه میداد، همین آقای نماینده میگفت که همین الان دستگاه های امنیتی و جاسوسی اسرائیل میدانن که حسن خرس الله کجاست، و حسن خرس الله به خیال خام خودش که فکر میکنه 60 متر زیر زمین هست و همش هم بتونه کاری شده است و فلان و
نمیدونم بمبی بهش نمیرسه و اتفاقی براش نمیشه، ما بعد این رو بهش بگیم که زهی خیال باطل، چرا که ما بمب های سنگر شکنی که تازگی از آمریکا با خودمون گرفتیم برداشتیم، یعنی گالانت تو سفر آخری که وزیر دفاع اسرائیل به آمریکا داشت با خودش این چه میدونم این بار بمب های سنگر شکن رو از آمریکا بالاخره گرفت با دستور آستین وزیر دفاع آمریکا. و این آقای امروز همین رو میگفت، میگفت این بمب ها قادر هستن که هر چه میدونم سنگری رو با بتون و با هر فولاد و هر چیزی که بگی رو قشنگ منهدم بکنن و شما رو اون زیر مثل موش کثیف بکشن. میگه ما همین الانش هم قادر هستیم خرسولا رو بکشیم، ولی خب این رو باید تصمیم گیری رو باید بذاریم که اون اتاق جنگ تصمیمش رو بگیره و به این نتیجه برسن که الان دیگه وقت کشتنشه. به هر حال منطقه این بار واقعا آبستن حوادثه و من احساس میکنم که نتانیاهو دیگه تصمیم خودش رو گرفته، چون نتانیاهو رو بحث همین که میخواستن یه جورایی آتش بس بکنن و اون چند نفری که الان تو دست تروریست های حماس گروگان هستن رو دیگه کلا ناامید شد. چرا؟ چون ساعتی قبل یحیی سنوار برادر خودش رو آورد نمیدونم فرمانده گردان عزت القسام کرد، خب عزت القسام به دهنم نمیاد، قسام کرد یعنی چی؟ یعنی این که اینا میخوان مبارزه یه تند خودشون رو بر علیه اسرائیل داشته باشن و نمیخوان اصلا تحت هیچ شرایطی صلح بکنن. نتانیاهو هم دستور داد به حالا ارتشی که همون سمت رفح و اینا هست، گفت تحت هیچ شرایطی دیگه شما گذرگاه فیلادلفی رو هم ترک نخواهید کرد، همونجا مستقر بشی. آمریکا هم دیگه تکلیفش مشخص شده، آمریکا خیلی اومد تلاش کرد که این آتش بس اینجا انجام بشه که اینجا موفق نشد، الان هم آمد رفت با خرسولا و اینها نماینده رو فرستاد که آقا شما اونجوری که اسرائیل گفته 10 کیلومتر برید عقب، این قانونیه که شما تو سازمان ملل شورای امنیت چندین سال قبل به توافق رسیدید، 10 کیلومتر برید از اون قسمت آبی برید عقب که اینا بتونن این 70-80 هزار جمعیتی که الان یک سال دارن از جیب دولت تو هتل پتل میخورند و اینا رو بیان دیگه سر کار زندگیشون، که خرسولا خلاصه دستور از علی چولاق میگیره و گفت ما تحت هیچ شرایطی عقب نخواهیم رفت. و الان نتانیاهو براش یک بهانه ای شده که بخواد، بهانه که دیگه واقعا نباید این کارو بکنه، این تا آخر عمر نمیتونه خرج 70-80 هزار نفر رو چه میدونم. بعد اون منطقه ای که میدونی تو شمال اسرائیل هست اصلا یک منطقه گردشگر پذیریه که هر سال کلی اونجا برای اینها درآمد گردشگری داشت، اصلا یک سال اونور نابود شده، بحث کشاورزی اونجا، بحث تولید مرغ و گوشت و اینها تو اون منطقه شمال اسرائیل واقعا چشمگیر بود که یک سال اینها رو فلت کردن. الان دیگه نتانیاهو میگه رومی زنگی زنگی، من میرم حمله میکنم، خلاصه دیگه باید حزب الله رو نابود بکنم و بعد از اون میرسم به حساب جمهوری اسلامی. بسیار عالی پیمان، این جدی جدی صحبت گرون شدن بنزین که دولت سرسپرده پزشکیان داره میکنه جدی شده اینکار، و امروز روزنامه وابسته به سپاه جوان اومد توی تیتری، اینا معمولا اینو می‌خواستم بگم، اینا معمولا هر موقع به مردم احتیاج دارن، مردم خوبی داریم، مردم ولایت مداری داریم، امروز این روزنامه جوان هم یه تیتری خیلی مزخرفی زد و اومد سر مردم رو شیره می‌ماله، مثلا بیاد بگه که مثلا مردم در اطلاعی نظام شرکت میکنن، نمیدونم در پیچ گرفتاری ها همیشه مثلا در پشت نظام هستن، و گفته که چرا آینه بغلی که 50 میلیون تومانه از اون بر بنزین رو باید 1500 باید پولشه بدیم، یعنی قشنگ دارن ملت رو آماده میکنن برای اینکه ما با این نرخی که بنزین داریم تولید میکنیم داریم میدیم به مصرف کننده قیمتش پایینه، ما باید کم کم اینو بکشیم بالا. میخوام در مورد این صحبت کنی و بعد به من بگی که واقعا اگر سواله، من چندین بار ما با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم در این موضوع صحبت کردیم که آیا واقعا بنزین بخواد بره بالا مردم بادم سکوت میکنن به نظرت پیمان؟ یعنی این همه اتفاقاتی که این تو این چند روز افتاده، خب مردم سکوت کردن، به نظرت بنزین هم بره بالا بازم مردم سکوت میکنن؟
نگاه صادق، چه خوب شد اینو گفتی. بذار من اول تکلیف خودم رو با مردم عزیز روشن بکنم. خیلی ها برمیگردن به من میگن که پیمان جان، تو برگشتی گفتی که انقلاب توسط مردم رقم نخواهد خورد اگر مردم کاری نکنند. خب بله. از یک طریق دیگه این اتفاق خواهد افتاد. خب بس اگر اینجوریه، ما مردم کاری نکنیم، از اون طریق بذار اتفاق بیفته دیگه چرا هزینه بدیم؟ عزیزان من، شما همیشه یک جای حرف من رو میگیرید، یه طرف حرف من رو نمیگیرید. من گفتم که اگر آن اتفاق بیفته، یک سختی بر شما وارد خواهد شد. یعنی یک سختی، چجوری بهتون بگم، واقعا وارد یک فشاری خواهید شد. خب بعد از اون سهولت به نفع شما مردم به وجود میاد، ولی من امیدوارم که اون اتفاق نیفته. خب بذارید مثلا رک و راست به شما بگم، اسرائیل تحت هر شرایطی به جمهوری اسلامی نه به ایران حمله خواهد کرد. در جنگ بین ایران و اسرائیل کسی نمیاد نقل و نبات پخش بکنه. جنگ اسمش روشه. موشکی که میفرستن، اونها که خدا نیستن که بگن آقا موشکی که بفرستیم مثلا بخوره دم کون علی خامنه ای، درست بخوره اونجا. یهو دیدی چه میدونم منحرف شد خورد تو سر خونه ما. خب جنگه، یک سری اتفاقات بدی رو خواهد داد، طولانی هم خواهد شد. شما نگاه بکنین اسرائیل همین الان جنگش با یه نوار غزه یک سال طول کشید. وقتی با جمهوری اسلامی باشه دیگه یک سال که نمیشه، خیلی طول خواهد کشید. به همین خاطر دودش به چشم شما خواهد رفت. یعنی شما مردم دیگه واقعا الان جاشو ندارید، توانشو ندارید، خب که بیاین دوباره یک جنگ تحمیلی رو بخواین تحمل بکنید که جمهوری اسلامی این بار داره به گرده شما میذاره. حتی در جنگ با عراق هم خمینی گذاشت به گرده شما. حالا اون داستانش زیاد نمیخوام تعریف بکنم در موردش، اما این رو من میگم چقدر خوبه که ما اصلا اجازه ندیم جنگی رخ بده و خودمون الان بستر آماده است. امروز کل این تهران به این بزرگی، این پایتخت به این بزرگی آب نداشتند. جلوی چند تا بیمارستان آمدن تانکر پانکر گذاشتن مردم. آخ این زشته، این عیبه. بعد از 45 سال عربستان نمیدونم داره میره به ماه، اون یکی داره میره کره نمیدونم فلان، اون یکی داره میره بسار، ما هنوز پیت نفت برمیداریم این ور اون ور، بنزین یک لیتری دو لیتری. اینها این نشون میده که این حکومت بیلیاقتیه و الان هم داره بیلیاقتی خودش رو دوباره ضررش رو از جیب شما مردم میگیره. عزیزان من، شما وقتی هنوز حقوق شما یکسان سازی نشده، هنوز حق شما رو ندادن، دزدی از صندوق فرهنگیان رو بر نگردوندن که ندارن هم بدن، و خیلی چیزهای دیگه، تو 45 سال دیشب عرض کردم خدمت شما، تو 45 سال اینا حتی این 4 تا دونه پالایشگاه نزدن که این نفت خامو بردارن همینجا بنزین تولید کنن. بابا اصلا اشکال نداره بنزین با چه میدونم درصد پایین، همین رو هم ندارن، ارزش رو نداشتن. چرا؟ چون علی خامنه‌ای هر چی پول شما داشتید برداشت پول نفتتون رو، اینو موشک گرفت داد این ور اون ور اون ور اون ور. الان علی مونده و حوزش، هیچی هم نمونده. میگه چیکار بکنیم؟ میگه آقا ولش کن، ما که همش داریم تو سر این مردم میزنیم، اینا هم سکوت کردن که این بارم بزنیم تو سرشون. صادق تو یک ماه پیش از من یه سوالی پرسیدی، من بهت چی گفتم؟ گفتم یه جلسه محرمانه ای اینا تو شورای عالی امنیت ملی گذاشتن، بعضیا گفتن که آه اگر اونجا گذاشتن تو از کجا دسترسی داشتی؟ عزیزان من، لطفا دنبال زیر بغل مار نگردی. این شورای عالی امنیت که مرد رئیسش با من رفیق نیست، اینها اونجا یه سری چیزها رو مصوب میکنن. وقتی مصوب بشه رونوشت داره، میره برای وزارتخونه ها، وزارتخونه ها میدن مدیر کل، از اون بالا تا این پایین 50 تا مسئول دفتر داره، دبیرخانه داره، این نامه از این دست به اون دست میشه، ثبت میشه تو چه میدونم به اینترنت داخلیشون، تو دبیرخانه داخلیشون، دسترسی برای همه زیاده. حالا بعضی هم لطف دارن اینجور چیزا رو، اطلاعات رو به ما میرسونن. من همینو خدمت آصادق گفتم آقا اینا تو شورای عالی دبیرخانه امنیت ملی به این نتیجه رسن که باید بنزین رو زیاد بکنن با حضور همین زرشکیان، یادت هست؟ گفتم بهم. حتی دستور دادن به این دستگاه های امنیتی که شما وضعیت رو از الان آماده بکنید. من به شما چی گفتم؟ گفتم یکی از مسبباتشون چیه؟
که قراره به رسانه ها و به این حتی اینایی که بلاگر هستند و فلان هستند با مسخره بازی و جفنگ و هر طوری که شده اینو فرو کنن تا دسته به مردم. که من حتی مثالم آوردم گفتم نگاه کن هنوز چیزی نشده، بلاگرها بلند میشن میرن این کشور دورور ایران بنزین میزنن، میگن وای اینجا بنزین لیتری 20,000 چقدر خوب که تو ایران بنزین مفته. گوش بدید، من هم این مثالم براتون آوردم. الان بعد از گذشت یکی دو ماه همون اتفاق الان داره میفته. شما دو ماه پیش از این برنامه فهمیدید که داستان چیه. الان استارتش روزنامه جوان زد. روزنامه جوان زد، ببخشید عذر میخوام منو میگم، من پیمان بهبودی رو امروز تو نوشته‌هاش داشت خر فرض میکرد که چرا ما باید بنزین 1500 تومن، چرا باید یک ماشینی شاسی بلندی که میلیاردها پولشه یا آینه بغلش 50 میلیون پولشه و اون مرده همش اینو برمیداره میره عشق و حال. بی ناموز، تو این کشور کی میره دنبال عشق و حال با این همه سطح فقر و بدبختی و فلاکت و گرفتاری؟ اون بالا بالاییاش هم خایه نمی کنند برن. این چند روزی که رفتن چادر گرفتن کنار خیابون با فلاکت خوابیدن، اینو دیگه ولش کن، تو یک سال چهار روز همینم هم نمیخوایم ببینیم مردم رو. گوش بیدین، آمدن چیکار که امروز روزنامه وابسته به سپاه استارتش رو زد. حالا از فردا بیا ببین بلاگرها شروع میکنن، رسانه ها شروع میکنن، از اون برم دولت داره شروع میکنه. امروز دیدید که اشک تمسای آقای پزشکیان تو نشست با نمیدونم اون گروه پزشکی و داروسازی و فلان، که من چرا تحت تاثیر قرار گرفتم گریه کردم. ما آدم این گریه کن زیاد داریم تو کشور، ما یه آدم مرد میخواییم بلند شد بیاد این کشور ما رو درست بکنه. تو از روزی که بلند شدی همش یا تاسوعا بود یا عاشورا بود یا محرم بود یا سفر بود یا کربلا بود یا اربعین بود یا خونه علی خامنه‌ای بود یا سر قبر خمینی بود، بی ناموس رفتی گریه ها تو به اندازه کافی کردی. تو امروز بلند شدی آمدی تو جامعه پزشکان و نمیدونم داروسازان و اینها بعد چهار تا حرف تخصصی میزدی، بلند شدی آمدی اینجا که ما فقط لاتی صحبت کردن و کاپشن تخمی تخیلی احمدی نژادی پوشیدن که کار سنگ رو سنگ بند نمیاد. که این نشون میده که این برنامه‌ای نداره، یه امربری بیش نیست. من از همون روز اولم هم به شما گفتم صادق یه حمالی بیش نیست. علی خامنه‌ای بعد دستور بده این اجرا بکنه. علی خامنه‌ای آمد چه کار کرد؟ یک سیاستی رو به خرج داد. خب ما همون روزهای اولم گفتیم اینا رو، همه رو گفتیم الان دوباره داریم میگیم. خامنه‌ای همون روزهای اول گفت میام خر میکنم اصلاح طلب ها رو، یه دونه خر مثل همونا رو برمیدارم میارم. خب ورش داشت اینو آورد. فردا هر گندی اینها بزنن علی خامنه‌ای میگه اصلاح طلب ها زدن، ما به اصلاح طلب ها فرصت دادیم که بیان مملکت رو بسازن، نشد. گوش میدین، باز هم اون شیطان بزرگ اینجا هم یک شیطنت کرد. حالا دور نریم بچسبیم به همین بنزین، مردمی حق شما نیست. ما امروز نظرسنجی گذاشتیم 85% گفتن که بعد از اینکه قیمت بنزین بره بالا دیگه واقعا سرنگونی رژیم اتفاق میفته. 18 چه میدونم چند نفر 15% هم برگشتن گفتن که حالا قبل از اصلا اینها سرنگونی میشه. چرا؟ چون همین الان دیگه بابا جان غسال خانه اون بهشت زهرای تهران اونا اعتصاب نکردن، امروز اعتصاب کردن. اونا اعتصاب کردن گفتن حق ما رو نمیدید، اینجا ما مرده شور مرده میشوریم، حق ما رو نمیدید. یا همین نهضت سواد آموزی ها از سال 96 ساده اینا به هر حال بابا جان چی میگن، حالا دیرم اینا سوار دوچرخه حرفه‌ای مسابقه ای نشدن ولی یه دوچرخه سوار شدن، فعلا چارچوب دوچرخه سواری رو بلدن. شما از سال 96 اینا رو آوردید، نهضت هم اینجوریه، تو خودت باید بلند شی بری تو خونه بگردی مردم رو پیدا بکنی بیاری پشت میز بشونی اینا رو مالش بدی ماساژ بدی تر خشکشون بکنی چهار کلمه درس هم به اینها یاد بدی. به هر حال اینا رو شما از سال 96 برداشتید آوردید حق و تدریسی، کار بکن پول بگی، کار نکن پول نگی. خب بابا جان شما که الان نیاز دارید به معلم، نیاز دارید میخواین جذب بکنید، چرا اینا رو جذب نمیکنی؟ از نظر گزینشی گزینش شدن همه نظر آمادن، همشون هم دارای چه میدونم سلامت اخلاقی روحی روانی همه چی، بابا جان همینا رو استخدام بکنید. اینا هم امروز بلند شدن اومد بودن، از اون ور میری شرکت نفتی ها امروز اعتراض کرد، از اون ور مخابراتی ها اعتراض کرد. این مملکت مملکت شدنی نیست دیگه، اصلاح پذیر نیست این مملکت، الان فقط باید سرنگون بشه. امروز خیلی جالبه، امروز تو تهران 40% قیمت نان گران شد. خب
40 تا 66 چه حالا 66 درصد رو بدش، من دارم کلا میگم 40 درصد کمش. اصلا 60 اونا رو واقعا کمش من کمش کمشو میگم. الان بگم بالا فردا میگن داره پیمان بهبودی زیاد میگه، خود سایت رسانه خودشون دقیقاً اسلامی گفته دقیقاً. حالا ما میگیم 40 درصد. خب 40 درصد شما رفتید نان رو اضافه کردید، آخه شما آیا حقوق مردم رو اضافه کردید؟ آقا شما بیس و بستر رو بنمایه ها رو آماده کردید، یهو 40 درصد نان رو اضافه کرد. بعد امروز اومدن با رئیس صنفشون داره صحبت میکنه، رئیس صنف میگه که ما با اجازه شخص وزیر و وزارت کشور، وزیر بر خودش گوه خورد، وزارت کشور هم گوه خورد. مگه وزیر و وزارت کشور مردم هستن مگه؟ که میاد برای خودش میشینه میگه آقا ببرید بالا، قیمتو ببرید بالا. مرده همین الانش مشکل داره، مشکل داره، نمیتونه نون بخره، نمیتونه یک کیلو گوجه بخره، نمیتونه یک کیلو پنیر بخره. شما 40 درصد اینو بردید بالا. این تازه مال کی آقا صادق؟ این مال زمانیه که اینا هنوز بنزین رو نبردن. بنزین الان 1500 قرار بکنن 25000 تومان. صادق اصلا بعد دیگه ما باید کتل رو برداریم هر شب بیایم اینجا بریم تعزیه. چون واقعا دیگه دخل و خرج جور در نمیاد. دیگه واقعا ما الان بگیم که مثلا 85 درصد مردم ایران زیر خط فقرن، دیشب هم توضیح دادم خط فقر این نیست که مرد کاسه گدایی برداره بره کنار خیابون، همین که تو توان نداری یک کیلو گوشت بخری، توان نداری یک کیلو مرغ بخری، توان نداری اصلا در ماه این کارا رو بکنی، حقوقت بهت نمیرسه، کرای خونت عقب میفته، خرج خونت عقب میفته، نمیتونی برای دانش آموز دفتر پفتر، یعنی زیر خط فقر. اصلا تو اصلا این تو میانگین هم نیست، عادی هم نیست، متوسط هم نیست، زیر متوسطه. خب یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فرق آقا صادق دارن دست به دست هم میدن که اینها این بنزین رو ببرن بالا. طبیعیش اینه، طبیعیش اینه، به محض اینکه امشب اعلام شد بنزین گران شده، میلیونی مردم بعد بریزن کف خیابان و انقلاب زن زندگی آزادی پیروز بشود. اما از آنجایی که مردم ما آدم‌های غیر طبیعی هستند، باید قبول بکنیم غیر طبیعی، نه اینکه خدا اینا کرده مشکل مثلا چه میدونم اینها، نه، آدم‌های غیر قابل پیش بینی هستند و خیلی آدم‌های صبور و دلرحمی هستند. صادق جان من بعید نمیدونم علی خامنه‌ای بلند شه بیاد تو تلویزیون یه حرف بزنه منو خر بکنه، من بگم آ اشکال نداره دیگه، حالا این دفعه ما یه حالی به اینها میدیم. میدونیم ما ازار کشکم هستیم دیگه، باید کشک بازی رو بذاریم کنار و چراغی که به خانه رواست به مسجد بردن حرامه. اگر علی خامنه‌ای آمد صحبت کرد و گفت مردم اجازه بدید این ما این جراحی بزرگ رو داشته باشیم، باید بهش بگیم گوه بخور دیوز. تو اگر میخوای جراحی بزرگ رو داشته باشی بی ناموس، جلوی ارسال هر یه موشکی که میلیون ها دلار پولش رو بگیر، این موشک هایی که برای روسیه و خرس الله و اینا میریستی، جلوی اینها رو بگیر. این کارخونه های تولید آخوندهای بی مصرف، ما این همه آخوند میخوایم چیکار بکنیم؟ تو فلان جامون فرو بکنیم؟ آخوند به درد چی میخوره؟ به جای اینها برید 4 تا تولیدی بزنید، پول بدید به کارخونه دارها، سرمایه در گردش لااقل تکلیف اینها مشخص بشه. گوش میدین، این رو باید به علی چلاق گفت، نه اینکه شما جراحی نمیخواید بکنید، شما میخواید ما رو ببخشید فلان جای ما رو پاره بکنید، این جراحی نیست. به همین خاطر طبیعیش اینه بعد از گرون شدن قیمت بنزین که همین الان 40 درصد قیمت نان رفته، مردم توان ندارن بنزین 15ی بشه 25 دیگه، این چه میدونم 100 درصد دوباره قیمت نفت و کرایه تاکسی و همه چیز میره بالا، دیگه واقعا توان زندگی حتی برای یک کارمند ارشد یه وزارت خونه هم نیست، اون موقع طبیعیش اینه. خب قانونیش اینه که همه مردم دیگه بریزن تو خیابون، دیگه کلا تکلیف این حکومت رو روشن بکنن. اگر نه صادق شما باید فاتحه این مردم رو خون، دیگه منتظر بود اسرائیل بیاد مثلا تکلیف و یا حالا آمریکا بیاد یا حالا عربستان بیاد یا این بر آذربایجان که الان تازگی افتاده. ببین ما چقدر بدبختیم که آذربایجان اومده میگه که مز اردبیل و زنجان و ارومیه اینا مال مان که به زودی به خاک ما به خاک ما الحاق خواهند شد. ببین ما دیگه چقدر بدبختیم، آخوندها چقدر ما رو بدبخت یعنی اینجوری. حالا باید بمانیم و منتظر باشیم ببینیم ظرف این چند هفته، چون واقعا خزانه شون هم پول نداره، نمیتونن هم بنزین مجانی از جاهای دیگه بردارن بیارن، هیچ جا به اینها نمیدن، نقد میکنن، پس مجبورن ته یکی دو ماه قیمت رو ببرن بالا و اون موقع بعد نگاه بکنیم ببینیم که عکس العمل مردم ما چه خواهد بود. امیدوارم که مردم ما این خونهایی که ریخته شده و این جوانهایی رو که از دست
دادیم نذارن که خوناشون پایمال بشه. یکی از این جوانهایی که ما دیشب از دست دادیم و هممون تو شوک هستیم، خانم دلدار هستن، یکی از جوانهای مبارزی که متاسفانه غریبانه هم فوت شدن و هم غریبانه مراسم تشییعش برگزار شد بدون کسی، بدون هیچ کسی این مراسم برگزار شد، فقط نیروهای امنیتی بودن. خیلی دردناک بود. ما دیشب که این خبر رو شنیدیم خیلی شوکه شدیم، چون خودشون هم یکی از کسایی بودن که آسیب دیده همین مبارزات بودن و کلی گوله بود توی بدن، کلی ساچمه بود. میخوام در مورد این صحبت کنی، گفته بودی که فکر کنم با خانم دهخانی هماهنگ کردی، که خانم دهخانی که از همبندی های ایشون هستن و قرار شده که ایشون بیان بیشتر توضیح بدن. آره، به نظر من خانم دهخانی بیا، چون همبند بودن تو زندان با هم بودن، میتونه خیلی راحت تر اتفاقا صحبت بکنه. بذارید ایشون بیا در موردش صحبت بکنه، به نظرم خیلی ملموستر خواهد بود. منم در مورد ایشون خیلی چیزها شنیدم، ولی خب بهتره که همبندی ایشون که هر جفتشون زندان سیاسی بودن بیان در موردشون صحبت بکنن. خانم دهخانی خیلی خوش آمدید، من تسلیت میگم خدمت شما و از این خبر من واقعا متاسف شدم، به خاطر همین دعوتتون کردم که امشب تشریف بیارید، خودتون رو در رو با مردم صحبت بکنید و در خصوص این شخصیت کمی برامون صحبت بفرمایید. منم تسلیت میگم خدمت شما آقای بهبودی و درود خدمت شما آقای صیاد. خیلی ممنونم. من هم به شما و تمام بچه های مبارز، به خصوص به خانواده ساره دلدار عزیزم تسلیت میگم. باور نمیشه که الان اینجا نشستم و دارم برای سارا تسلیت میگم. 7 ماه رو کنار زندگی کردم و قبل از اونم سارا رو میشناختم، اما توی زندان متوجه شده بودم که اون، چون ما هویت بچه ها رو پیش همدیگه فاش نمی کردیم، توی زندان متوجه شده بودم که سارا یکی از بچه های داخل گروه من بود. الان که دیگه بینمون نیستش، من خیلی آزادانه میتونم همه این چیزها رو بگم، اما خب کاش زنده بود و من تا آخر عمر نیازی نبود که هیچ وقت همچین چیزایی رو به این شفافی و واضحی توضیح بدم. در خدمتتون هستم، سوالی اگر داریم بفرمایید. سوال اگر سوال دارید شما بفرمایید. یالا من به این امروز داشتم به این فکر میکردم، چرا توی گیلان این همه اتفاقات داره میافته واسه بانوان سرزمینمون، واسه هم حکمای سنگینی که میبرن، هم زندانی هایی که الان توی زندان های رشت داریم، تو لاکان داریم، و هم اتفاقات دیگه. میخوام از زبان تو بشنوم که چرا همه این اتفاقات، بیشتر این اتفاقات توی گیلان میفته. واقعا اطلاع خاصی از این بابت ندارم، اما من احساس میکنم بیشتر بچه های گیلانن که به خصوص بانوانشون خیلی فعالن از نظر سیاسی، چه فعال کارگران، چه هر نوع فعالیت، چه فعال زنان، چه بچه های مبارز. ما 80-85% از بچه های مبارزمون هم که داخل گروه همچنان دارن فعالیت میکنن، همشون 85%شون خانوم هستن. و اینکه نمیدونم چرا ترس این نظام فاسد، این دولت فاسد از خانوم ها هستش، انقدر میترسن به نسبت خانوم ها که چه کارهایی از دستشون برمیاد. البته که خب شهرهای دیگه هم از این قاعده مستثنا نیستن، خیلی اتفاقات بدی، خیلی حکمای سنگینی برای اونها هم داده شده، اما من احساس میکنم جبی که حاکم شده، یعنی روشی که دارن توی گیلان ازش استفاده میکنن، اینه که بچه های مبارز ما رو بدون اینکه کسی متوجه بشه جوری از بینشون میبرن، جوری صداشون رو ساکت میکنن که حتی نزدیکترین شخص اون خانواده هم مطلع نشه. خب حالا بفهم. هم سارا دلدار عزیزم داخل زندان که بودیم اذیت بودن، اون جراحات، اون عفونت ها خیلی اذیتشون میکردش از همه نظر، ولی من نمیتونم باور کنم که
ساچمه هایی که تو بدنش بود، اون 7 ماهی که من کنارش بودم قبل از اون و بعد از اون، نزدیک 1 سال و خورده ای اون ساچمه ها داخل بدنش بود، 1 سال و خورده ای اون زخم روی بدنش بود. چرا سارا تا برای درمان رفتش به بیمارستان مدام حالش بدتر شد؟ اصلا قبل از اینکه سارا به داخل بیمارستان بره حالش اونقدر بد نبودش، اصلا عفونتاش اونقدر شدید نبود، به جای اینکه عفونتاش کم بشه چرا مدام بیشتر و بیشتر شده بود؟ این خیلی باعث این میشه که گوش من از این بابت تیز بشه، که چون من خودم هم خیلی تهدید میشدم، دوستای دیگه ای ما که بازداشت کرده بودن، همه ماها خیلی تهدید میشدیم از این بابت که جوری سرتو میفرستیم زیر آب که هیچ کس متوجه نشه، خودت هم متوجه نشی چطور از بین رفتی. چون این کلمات تو خیلی ما شنیدیم، خب پس هیچ بعید نیستش که خودشون باعث این اتفاق باشن. نه تنها سارا رفتش به اون بیمارستان و باعث نشدش که حالش بهتر بشه، بلکه خودشون هم باعث شدن که سارا روز به روز حالش بدتر بشه. با وجود ساچمه ها و تمام آسیبایی که داخل بدنش بود، اون لحظه که من آزاد شده بودم منو بلند کردش و چرخون از شدت خوشحالی. خب من الان چطور باید باور کنم که اون سارا برای عفونت الان زیر خاکه؟ واقعا نمیتونم همچین چیزی رو باور کنم، جزو محالاته که بیان به من بگن همچین چیزی صحت داره که سارا بر اثر عفونت مرد. من مطمئنم، البته که اگر بر اثر عفونتم باشه، عفونت همون ساچمه هایی بوده که این حکومت فاسد و ظالم باعثش شده، ولی باز هم این نیست، چیزی بدتر از اینه. با نقشه قبلی، با فکر قبلی به نظر من سارا رو از بین بردن، چون سارا همچنان هم فعال بود بین ما بچه. من یکی دو تا سوال از شما بپرسم، شاید برای خیلی از بینندگان عزیز ما این الان سوال باشه که سارا رو کدوم دستگاه امنیتی دستگیرش کرد؟ آیا سپاه پاسداران بود، نیروی انتظامی بود، وزارت اطلاعات بود؟ آیا شما برای شما تعریف کرد اون شبایی که کنار هم بودی و نحوه دستگیریش هم برای ما بفرمایید؟ بله، سارا رو کلن دو بار به خاطر حالا اون توییت هایی که میزدش، هم توییت هم یوتیوب فعالیت میکردش و هم داخل اینستاگرام، خواستن برای توضیحات، چون سارا فقط مینوشت، استعداد خیلی زیادی در نوشتن داشت و خیلی زیبا همه چیز رو تفسیر میکرد. سارا رو فقط برای همین توضیحات وزارت اطلاعات نزدیک نیرو دریایی رشت اونجا خواسته بودنش و حتی تعریف میکردش که خیلی هم ازش خوب پذیرایی کردن، کیک و نسکافه و اینا جلوش گذاشتن، خیلی با احترام باش صحبت کردن. هر این دوباری رو که خدمتون گفتم خیلی باهاش خوب رفتار کردن، ولی برای بار دوم پایان این رفتارهای خوب، ابلاغیه بعد از اینکه خونه میره چند روز بعدش ابلاغیه‌ای براش میاد و وقتی مراجعه میکنه به دادگاه، همونجا دستگیرش میکنن و منتقلش میکنن به زندان. و بعد از اینکه به زندان منتقل میشه، متوجه خب چون تفتیش بدنی میشن به خاطر حالا خالکوبی ها و تتو و این چیزهایی که داشته باشن و همین جای ساچمه ها، و وقتی متوجه جای ساچمه های روی بدنش میشن، اتهاماتش اضافه تر میشه. خیلی خوشخیال بود از بابت اینکه اونقدر اتهامات سنگینی بهش نزدن و خیلی چیزها رو متوجه نشده بودن و واقعا هم همینطور بود. تا لحظه آخر اینا متوجه نشدن که سارا داخل گروه من بود. تا لحظه آخر داخل زندان هیچ کس جز من و سارا و یکی دیگه از کسانی که داخل زندان بودش به هیچ عنوان نمیدونست که من و سارا از قبل همدیگر رو میشناسیم. ما همدیگر رو دیدیم در نگاه اول، ولی جوری نشون دادیم که انگار همدیگر رو نمیشناسیم و کاملا ناشناسیم و قرار از اول با هم دیگه آشنا بشیم، در صورتی که من سارا رو از قبل داخل اعتراضات رشت میشناختم. اولین باری هم که دیده بودمش چادری روی سرش گذاشته بود، باز هم برای امنیت که حالا اگر چهرش قرار بود تکراری بشه بره داخل کوچه ها اون چادر رو برداره و با پوشش دیگه بیادش. مدام بچه‌ها به این صورت پوشششون رو عوض می‌کردن که شناسایی نشن. سارا رو با چادر دیده بودم که چادرم براش کوتاه بود، زیر زانوش بود و این قضیه باعث شده خیلی جلب توجه کنه که این الان چه چادریه که روی سرش گذاشته که تا زیر زانوشه. اولین تصویری که از سارا دیده بودم همین بود که ما نشونه می‌زدیم.
میذاشتیم بین بچه ها و اسمای مختلفی داشت گروهمون. این گروهی که من با سارای عزیز آشنا شدم گروه آب معدنی بدون لیبل بود، یعنی نشونه ما بچه ها برای اینکه همدیگر رو بشناسیم و در کنارش متوجه بشیم اون مخبری که بینمونه کیه، آب معدنی بود که دست همه بچه هایی که برای اعتراضات میرفتن بودش، منتها اون لیبل برچسب دورش رو میکندیم که این نشونه ای باشه که ما بتونیم همدیگر رو بشناسیم و با همدیگه جمع بشیم یه جا برای اعتراضات. بعدش هم که داخل زندان سارا خیلی چیزها برای من تعریف کردش، از زندگی شخصیش گرفته تا مسائل دیگه، یه جورایی با هم دیگه مثل یه خواهر شدیم و اوایلش ماهای اول نه ولی ماهای آخر قبل از آزادی، قبل از وثیقه شدنم، من تختم دقیقا کنار تخت سارا بود. خب یکی از خاطراتتون البته درک میکنم، واقعا خیلی سخته، واقعا درک میکنم. بذارید حالا قبل از که یه ذره حالتون بهتر شه، من یه موضوعی رو خدمت شما بینندگان عزیز، چون ما از این به بعد این انقلاب ما ادامه داره، از این به بعد مردم به کرار به کف خیابان خواهند آمد و جلوی این رژیم جنایتکار خواهند ایستاد. دوستان عزیز من، این اشاره‌ای که ایشون داشتن که وزارت اطلاعات با نسکافه و کیک و اینها، یعنی من اینجوری به شما بگم که عملا اینها با پنبه سر می‌برند. اینها خیلی به ظاهر با شما خوب برخورد میکنن ولی در عمل میخوان اون چیزهایی رو که اون پرونده سنگینی رو که برای شما حالا نوشتن آماده کردن رو از شما امضا بگیرن. به همین خاطر نقش حالا پلیس خوب رو برای شما بازی میکنن ولی در واقع اینها چیکار میکنن؟ برای شما یک پرونده قطور. این همیشه یادتون باشه، تحت هیچ شرایطی برای مجموعه اقدامات انقلابی خودتون در کف خیابان اگر احیانا دستگیر شدید، تحت هیچ شرایطی تمکین نکنید، بله نگید، یک مسئله رو حتی اگر انجام دادید به گردن نگیرید و قبول نکنید که اگر یک دونش رو قبول بکنید تا انتها برای شما واقعا پرونده سازی ها خواهد شد، مخصوصا برای وزارت اطلاعات، چون کارشناسان وزارت اطلاعات هر پرونده ای رو اگر بتوانند سنگین به بازپرسی حالا به دادگاه به هر جایی ببرن و حکم سنگین بگیرن، براشون حسن انجام کار تشویقی میان. به همین خاطر اون کثافت ها، اون آدم های رذل و حرامزاده که خودشون میگن ما سربازان شیطان هستیم و واقعا هم سربازان شیطان هستن، اونها اصلا برای اینها مردم هیچ اهمیتی ندارن، فقط به اون پول مزدوریشون فکر میکنن که حالا سر چه افرادی رو بخوان بالای دار ببرن و بخوان فقط اون منافع مالی خودشون رو یه جورایی تامین بکنن. من میخواستم فقط شما سوال دارید. من میخوام، چون یه ویدیو گرفته بودم خانم دهخانی در مورد عدم دسترسی به داروها توی زندان، میخوام ببینم که این ویدیو چجوریه که شما گفتید، آیا واقعا عدم دسترسی وجود داشت توی زندان واسه این خانم یا نه؟ بله، بهداری زندان نهایت کاری که میکردش یه قرص مسکن میذاشتش کف دست بچه ها، اما خیلی از بچه ها حتی خوردن اون قرص مسکن براشون بد بود و باعث تشدید بیماریشون میشدش یا باعث میشدشون بیماری به صورت خاموشی رشد پیدا بکنه. سارا بارها و بارها لیست تمام داروهاشو مینوشتش، داروهایی که مربوط به همون آسیبایی که دیده بود به خاطر ساچمه، لیست داروهاشو مینوشت که باید حتما استفاده بکنه، بگن جای زخمش عفونت میکنه رو مینوشتش و هر بار بهش گفته میشد نیازی نیستش این سوسو بازی ها رو بذار کنار، با یه دستمال کاغذی هم میتونی جلوشو بگیری. خب تو اون محیط خیلی آلوده با یه دستمال کاغذی جلوی اون همه زخم چطور میشد گرفتش؟ انقدر حالش این آخر رو بد شده بود که کل بدنش ورم کرده بود و دفعه آخری که یادم حالش خیلی بد شده بود خودش رفتش مشت میکوبید به ساعت حدود 11 خورده نزدیک 12 شب بود، داخل زندان اعلام خاموشی شده بود، مشت میکوبید به در میگفت یکی به دادم برسه، نفسم دیگه بالا نمیادش. و وقتی بهدار به اجبار از خواب بیدار شده بود و چقدر داد میزد سرش که من از خواب بیدار کردی که چی بشه، وای بازم تو دل دار، تو ما رو خسته کردی، چقدر میای اینجا، چقدر تو عاشق قرص و دارویی. سارا همونجا از حال رفتش و وقتی بردنش به بهداری فکر میکنم حدود 6 خورده صبح برش گردوندن، بهش اکسیژن زده بودن، نفسش دیگه کاملا رفته بود.
بهش اکسیژن زدن و دوباره خدا رو شکر تونستش سرپا باشه و بیاد بین ما، ولی با اون حال بد باز هم انتقالش ندادن به بیمارستان. و یادم به من گفتش که به هم میگفتن اگه منتقلت کنیم به بیمارستان باید با دستبند و پابند بری، آبروی خودت و خانواده‌ات میره. اونجا دیگه نمیگن طرف سیاسی آفرین هزار ماشاءالله، اونجا ما علکی میگیم تو قاتلی، علکی میگیم تو جانی، تو موادی. و به خاطر همین ترسونده بودنش و راضیش کرده بودن که نه، پس با رضایت خودش بگه من داخل، حتی امضا هم زده بود با رضایت خودش بگه من حالم خوبه، منو بفرستین داخل بند که منو نبرین. بعد تازه حتی بهش گفته بودن معلوم نیست از اینجا بری اصلا سالم به بیمارستان برسی، تو راه چه اتفاقی بیفته نیفته، غیر مستقیم تهدیدش میکردن. اونم خب ترسیدش و ترجیح دادش که داخل زندان باشه. بعد اون خودش و یکی از فامیلاش که وکیل بودش، فکر میکنم دایی مادرشون بود که سارا صداش میکرد، دایی راهنماییشون میکردش از این بابت، یه جورایی وکیلشون بودش، خیلی براشون سعی و تلاش کردن که با این شرایط بد جسمانی که داره سارا بتونه مرخصی حداقل بیادش برای درمان، ولی هر بار باهاش مخالفت میشد. الان چون میدونم وقت کمه، فقط یه چیزی رو هم آقای سعیات هم آقای بهبودی خیلی دوست دارم بگم، اینه که سارا از بین ما رفتش. این که من الان بشینم هر چقدر اشک بریزم، هر چقدر مخاطب و ناراحت کنم و هر چقدر همه رو آگاه کنم که حواست هستش یه مبارزه دیگه، یه جوون دیگه از دست دادیم، هیچ فایده ای نداره. فقط ازتون عاجزانه خواهش میکنم، هنوز خیلی از بچه‌ها داخل زندانن که حالشون مثل سارا بده. زهرا تومور داره که الان داخل زندانه، فعال زنانی که 11 سال حبس گرفته، یاسمین هشتری بیماره، متین یزدانی بیماره، این بچه‌ها هر کدومشون، سارا جهانی بیمارن، اینا هر کدومشون نیاز به درمان دارن. کادر پزشکی داخل زندان لاکانرش وجود نداره، یک دکتر عمومی خیلی ساده بدون هیچ اطلاعاتی در حد من واقعا اطلاعات داره، میان اونجا میشینه و صد بار سارا دلدار رو معاینه کرد و گفت هیچ مشکلی نداره، خودتو لوس نکن، قوی باش، خربزه خوردی پای لرزش بشی. این جملاتی نیستش که یه پزشک باید به بیمارش بگه. ازتون خواهش میکنم نذارید داستان سارا باز هم تکرار بشه. سارا که از بین ما رفتش، حداقل نذارید، اجازه ندید که تکرار بشه. سکوت شما فقط داره باعث این میشه که بله، جوانای بیشتری از بین ما بره، باشه اشکالی نداره، حالا یه نفر دیگه هم از بین بره. خب اگه قرار باشه سکوت کردن ما مساوی با سکوت نکردن ما باشه، پس بهتر نیستش این سکوت شکسته بشه، به داخل خیابون برین همین 25 و دیگه اجازه ندین به خاطر سکوت شما حداقل ما جوون و عزیزی رو از دست بدیم. خیلی ممنونم از شما، دست شما در نکنه. من فقط یه چیزی خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، خون سارا دلدار همه بدانید بر گردن فلاح میری دادستان مرکز استانه، خون سارا دلدار بر گردن ساجدی مدیر کل کثافت حال حاضر اداره کل اطلاعات استان گیلانه، و خون سارا دلدار بر گردن نیارکی رئیس کل فاسد دادگستری استان گیلانه. شما به زودی برای من مسجل شده، این اتفاق خواهد افتاد، شما دیگه نمیتونید تحمل بکنید این حکومت رو و به کف خیابان خواهید آمد. اینها رو تو هر سوراخی که شده پیدا بکنید، اینها باید بیان جلوی میلیون ها نفر و حتما دادگاهی بشن و به تقاص این جنایت هایی که کردن و این بلاهایی که سر امثال یلدا دهقانی و امثال سارا دلدار و کسانی دیگه ای آوردن باید تقاص پس بدن. خب خیلی ممنونم از شما صادق. پیما یه لحظه، فقط یه لحظه، این که چرا توی مراسمش هیچ عکسی منتشر نشد، هیچ فیلمی هم منتشر نشد، واقعا این که تحت فشار بودن خانواده یا نه؟ 100% تحت فشارن. مادر پدر سارا سنشون زیاده و هر کدومشون بیمارن. من پدر مادرشون میدیدم داخل کابین ملاقات، داخل سالن ملاقات، کشون کشون واقعا میومدن. 100% به اون دو نفر خیلی داره سخت گرفته میشه، نه خواهری داره نه برادری تا که بتونه حقشو بگیره. از مردم ایران خواهش میکنم، شما خواهر برادرای سارا باشین، نذارین اینطوری غریبانه از یادها بره. خیلی ممنونم از شما که همساده جان، شما هم خانم دهقانی شما تشریف آوردید. امیدوارم که واقعا مردم عزیز ایران به خودشون بیان و تصمیم بگیرن که باید این رژیم، چون دیگه واقعا هم اصلاح پذیر نیست، باید در مقابل اینها ایستاد تا سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی.
من همه شما رو تا درود دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار رو شب همینگی خوش. شب شب.